روی جرگه عنعنوی فراخوان برای صلح و چگونگی آینده رابطه افغانستان با آمریکا. با آنکه کمتر از دو هفته به برگزاری لوی جرگه عنعنوی باقی مانده، صدای مخالفان و موافقان با این فراخوان هر روز شدت می‌گیرد. تصمیم برگزاری لوی جرگه سنتی در حال گرفته شده که مجلس نمایندگان افغانستان برگزاری لوی جرگه عنعنوی را غیر قانونی می‌خواند. اما جالب‌تر از همه این که در میان حقوق‌دان‌ها نیز دیدگاه‌های متفاوت نسبت به قانونی و غیر قانونی بودن این جرگه مطرح می‌شود. ما در نظر داشت این مسئله بحث مسئله دفاع از استقلال افغانستان و حفظ حاکمیت افغانستان است، حفظ توانایی ارضی افغانستان به این مسئله مطرح است. ما فکر میکنم که از نظر قانون فقره 5 ماده 64 قانون اساسی این صلاحیت به رئیس جمهور میده. هر جرگه که در پالوی از او و در موازات از او تشکیل میشه هیچ سابقه قانونی نداره و شمول جرگه عنعنوی ملی. حال پرسش های اصلی این است که جایگاه قانونی لوی جرگه سنتی در کجاست؟ بودجه مورد نیاز این جرگه از کجا پرداخته می شود؟ و در نهایت برگزاری لوی جرگه سنتی چه دستاورد را در پی خواهد داشت؟ سلام، بر روایت دیگر از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. من شیرزاد هستم. آقایان احمد بهزاد معاون دوم مجلس سنا، محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا، محمد فراد عظیمی نایب منشی مجلس نمایندگان و آقای محمد عبدو که تا لحظات دیگر با ما خواهند پیوست عضو لوی جرگه عنعنوی، مهمانان گرانقدر خوش آمدید. آقای ایزدیار، بخوایم با شما آغاز کنم، دید مجلس سنا نسبت بر برگزاری لوی جرگه عنعنوی چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما و سلام به بینندگان محترم تلویزیون طلوع. مجلس سنا موضوع لوی جرگه عنعنوی را که قرار است به تاریخ 25 ماه عقرب دایر شود، در روزای آغازین موضوع مورد بحث قرار دادند. یکی موضوع مجلس سنا است که به اتفاق آرا یا به اکثرت آرا تصمیم گرفته میشه، یکی هم نظریات اعضای مجلس سنا است. نظریات متفاوت وجود داشت راجع به لوی جرگه عنعنوی، از جمله که در مطابقت با قانون اساسی افغانستان نمیتونه لوی جرگه عنعنوی دایر شود. چرا؟ قانون اساسی افغانستان سه جرگه را تعریف کرده و مشخص ساخته: لوی جرگه، مشران جرگه و اولسی جرگه. به اضافه از اینا دیگر جرگه که در قانون اساسی جای داشته باشه متاسفانه نیست. اما تصمیمی که اعضای سنا گرفتن در رابطه با این موضوع، فیصله مجلس سنایی بود که چون صلاحیت قانونی لوی جرگه برای تصدیق مائده استراتژیک یا تصویب مائده استراتژیک نداره، به این اساس فقط میتونه دایر شوه و مشورت بده. در نهایت باید مائده استراتژیک یا موافقت نامه که در رابطه با ایالات متحده امریکا به امضا میرسه از طرف حکومت، برای تصدیق به شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان فرستاده شده. چرا صلاحیت از صلاحیت های شورای ملی تصدیق معاهدات بین المللی است به اساس فقره 5 ماده 90 قانون اساسی افغانستان. تصدیق معاهدات و میثاق های بین المللی و یا فصل الحاق افغانستان ای از صلاحیت های مشخص شورای ملی افغانستان است. ای باید به شورای ملی ارسال شود. اما از لحاظ مشورت باید مشورت صورت بگیرد، چون حکومت افغانستان تصمیم گرفته و میتونه ای را دایر بکنه، مشورت بکنه.
مشورت به اشکال مختلف میتونه صورت بگیره. چیزی که کمبود است اویی است که هنوز متن موافقت نامه اعلان نشده تا در روشنایی از او ای به بحث گرفته شوه، به تحلیل گرفته شوه، از طریق مطبوعات ارائه شوه، مردم نظریات خود در رابطه با ای ابراز بکنن. آل بحث سر یک چیزی که هنوز روشن نیست و هنوز هم ای به از طریق مطبوعات و یا از طریق حکومت با مردم ارائه نشده. حالا سوالی که در با توجه به اینکه شما گفتن نفس برگزاری چنین جرگه در قانون اساسی افغانستان جا نداره، موافقت مجلس سنا بر حسب چی بود؟ فقط به عنوان مشورت میتونم، چرا یک کمیت بزرگتر، یک کمیت کلانتر راجع به یک مورد اگر مشورت بده میتونه این در غنی ساختن از او و در تکمیل از او کمک بکنه. ما امیدوار هستم که نمایندهایی که در لوی جرگه عنعنوی در لوی جرگه قرار است دایر شود و ایجا از افغانستان گرد هم میاین و ایجا شرکت میکنن، اینا اهل رای باشن، اهل نظر باشن، اهل مشورت باشن، بتونن مشورت های خوب بتن. قبل از او باید مواد موافقت نامه، مواد مایده استراتژیک باید اعلان شود، هم سهم خود مطبوعات، رسانه ها در این رابطه ایفا بکنن، هم اهل رای و نظر و هم صاحب نظرها نظریات خود ارائه بکنن تا در لوی جرگه عنعنوی هم بتونه یک مقدار دیگه هم روی ازی کنکاش صورت بگیره، روی ازی بحث صورت بگیره تا خدا بخواه که ما بتونیم در رابطه با او تصمیم خوب بگیره. سپاس. آقای بهزاد، دلیل مخالفت مجلس نمایندگان افغانستان با برگزاری لوی جرگه عنعنوی چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول جا داره که یک نکته واضح بسازیم که بر اساس ماده چهارم قانون اساسی افغانستان، حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که یا به طور مستقیم و یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند. یک بحث پایه‌ای و مبنایی هست در مباحث اینچنینی که آیا نهادهای مانند جرگه عنعنوی و یا قبلا برگزار شد جرگه صلح و از این قبیل جرگه هایی که در هیچ یک از قوانین افغانستان تعریف نشدند و دارای شخصیت حقوقی نیستند، آیا امکان دارد که بتوانند به نمایندگی از ملت افغانستان تصمیم بگیرند؟ خب در افغانستان آنچه که مدافعان جرگه عنعنوی تا به حال استدلال کردن، با معذرت آقای بهزاد یک موضوع رو میخوایم اشاره بکنم، آقای عزتیار هم نسبت به تصمیم چیزی نگفتن، مشورت. ببینید نام اینها جرگه مشورتی هست. اگر یاد ما باشه چند قبل جرگه مشورتی صلح برگزار شد، جناب آقای عزتیار حتمی یادشان هست، به نام مشوره تصمیم اتخاذ کردن. اگر یاد ما و شما باشد، خدا رحمت کند جناب استاد ربانی را در او فهرستی از مصوبات که قرائت شد اعلام کردند، یکی از مصوبات جرگی که به نام مشوره قرار بود چیزهای را مشوره بدهد، آزادی زندانیان طالب بود. تروریست هایی که زندانی بودند بدون اینکه پای میز محاکمه کشانده بشن و به جای مجازات کردن اینها باید آزاد شوند. ما و شما دیدیم که برخلاف احکام قانون جزای افغانستان، قانون اساسی و خارج از صلاحیت جرگی که بنا بود مشوره بدهد، گروپ گروپ را از زندان آزاد کردند. نامش مشوره هست چون که هیچ چیزی در قانون اساسی نیافتند که بگویند استناد بکنند که قرار هست این نهاد فیصله اتخاذ بکنند. هرچند که شما در بیلبورد ها در سطح شهر میبینید که بسیار به صراحت نوشته شده است که فیصله های جرگه عنعنوی از دید مجلس نمایندگان افغانستان اگر بر حسب مشورت باشه مشکل وجود ندارد. ببینید مشوره هم از خود روش های مختلفی دارد. من اجازه بدید که در رابطه با سنت جرگه ها یک نفر اشاره بکنم که در افغانستان ما میپذیریم که برگزاری جرگه ها یک امر سنتی و عنعنوی است، اما وقتی که قانون اساسی افغانستان
زیر بحث بود و قرار بود تصویب شود، تمام جرگه هایی که ما در سطح افغانستان داریم، اینها آمد در یک دولت مدرن و قانونمند تعریف شد و دارای شخصیت حقوقی شد. امروز ما از سطح روستا و یا قریه که ما جرگه داریم به نام شورای قریه، تا در سطح کلان ملی لوی جرگه دارای شخصیت تعریف شده است که در فصل ششم قانون اساسی یک فصل اختصاص پیدا کرده به لوی جرگه. تعریف شده است، اعضای لوی جرگه مشخص شده است، چه کسانی می توانند در لوی جرگه حضور داشته باشند اما حق رأی ندارند، اینها همه در نظر گرفته شده است. این گونه نمی شود ببینید که شما ادیره مطابق به میل و ذوق و علاقه خود اینها را از چهار گوشی افغانستان جمع بکنید بیاورید، بعد تحت عنوان متنفذین و یا بدتر از او نمایندگان مردم افغانستان و چیزی را توسط آنها به تصویب برسانید. اجازه بدید که من یک ماده دیگه قانون اساسی را هم اینجا اشاره بکنم که بسیار بحث مهمی هست. وقتی که قانون اساسی در ماده چهارم خود میگوید حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم اعمال میکند، اعمال حاکمیت ملی توسط مردم همان حضور در پای صندوق های رای هست، یا در همه پرسی یا رفراندوم و یا در انتخابات و یا توسط نمایندگان خود. نمایندگانشان هم مشخص شده است، پیشتر گفتم از سطح قریه مطابق به صلاحیت ها و وظایفشان تا در سطح کلان ملی. ماده 22 قانون اساسی افغانستان میگوید هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند. حالا یک سوال، اگر حکومت افغانستان می خواهد با مردم مشوره کند، وقتی که قرار هست با مردم مشوره شود و چیزی گذاشته شود در معرض رأی و نظر مردم، هر گونه امتیاز قائل شدن برای 2000 نفر یا 1800 نفر و جمع کردن اینها در کابل در مغایرت مستقیم با ماده 22 قانون اساسی قرار دارد. بله سپاس آقای عبدو، خوش آمدید. اگر حکومت افغانستان میخواهد در واقع هر گونه مشورت با مردم افغانستان داشته باشه، امتیازی برای بیشتر از 2000 شهروند افغانستان به معنی چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و دوستان محترمی که در این میز مدور تشریف دارن و مردم نجیب افغانستان عرض سلام و ادب دارم از طریق شبکه طلو. من فکر کنم که موضوع امتیاز دادن نیست. طبعا رئیس جمهور افغانستان حق داره که بر اساس صراحت قانون اساسی در مسائل مهم ملی سیاسی اجتماعی افغانستان نظرات مردم بگیرن، به عنوان یک پیش مقدمه برای تحویل دهی هر گونه تصمیمی که از جانب حکومت افغانستان گرفته میشه جهت رد و یا تایید به پارلمان افغانستان. بله، اما با معذرت در بند دوم ماده 65 اشاره شده مراجعه به آرای عمومی نباید مناقض احکام این قانون اساسی و یا مستلزم تعدیل قانون اساسی باشد. طبعا من فکر کنم که در اینجا هیچ گونه حرف از تعدیل قانون اساسی نیست و در ضدیت و در تناقض با مواد قانون اساسی هم نیست. در گراف اول همین ماده میگن که رئیس جمهور حق داره مشورای را با مردم داشته باشه. یکی از شیوه‌ها و مکانیزمی که میتونه مشوره از با مردم داشته باشه و نظرات مردم را بگیره اینی میسته که برای مردم مراجعه میکنه. مراجعه برای مردم میتونه از طریق رفراندوم باشه که صندوق گذاشته شه و مردم با اظهار رأی و نظر خود مشوره خود بتن. یک وقت میشه که از طریق میدیا و رسانه ها مطرح بکنن نظرات مردم را جمع بکنن. یک وقت هست که میتونه به عنوان نمونه از هر ولایت افغانستان چهرهای متشخص و با نفوذ افغانستان جمع بکنن، از اینا مشوره خود بگیرن. اما ای که او مشورهایی که از نای مردم گرفته میشه رئیس جمهور میتونه در روشنایی و مشورهای مردم تصمیمات خود بگیره، باز در صورتی که اگر معاهده باشه، پروتکل باشن و امضا یک سند استراتژیک باشه، در قانون اساسی تصریح یافته که او باید حتما تایید و یا رد پارلمان افغانستان را به دنبال داشته باشه. در صورتی که اینا در مرحله بعدی با پارلمان افغانستان به هیچ گونه در ضدیت و در تناقض با صلاحیت های ویژه پارلمان افغانستان نیست. سپاس.
عظیمی، آیا واقعا رئیس جمهور مطابق با ماده 65 قانون اساسی صلاحیت نظرخواهی از مردم را داره؟ ببینین، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون شما. شما میدانین که رئیس جمهور در این شک نیست که صلاحیت عزیزی را داره که با آرای مردم مراجعه بکنه، ولی میکانیزم مراجعه با آرای مردم در قانون اساسی افغانستان مطابق بند دوم ماده 65 واضح و مشخص شده. چگونه میکانیزمه؟ میکانیزم طور پیشبینی شده که مراجعه با آرای عمومی مردم نباید در تناقض با قانون اساسی افغانستان و در مغایرت با قوانین نافذه بوده باشه. وقتی که ما جرگه ای را برگزار میکنیم که آجنداش یک شخص مطرح میسازه، تعدادش یک شخص تثبیت میکنه که چی تعداد اشتراک بکنه، چی کسی باید اشتراک بکنه، این یک شخص تصمیم میگیره و چی تصمیمی باید در اونجا گرفته شد، این هم به عهده یک شخص گذاشته شده. این خود چهار مورد نقض صریح قانون است که آرای عمومی را در اینجا زیر سوال میبره، چرا تمام تصامیم به دست یک شخص است. و مسئله دیگه که مشخص شده در قانون اساسی، اما چهار مسئله در لویه جرگه که در قانون اساسی پیش بینی شده نباید طور تلقی شوه که گویا ضدیتی با جرگه ها وجود داره. مردم افغانستان بخواهید نخواهید تعداد با جرگه ها عقیده داره، و در اون موقعی که لویه جرگه قانون اساسی دایر شد و قانون اساسی افغانستان بالاش کار صورت گرفت، به خاطر که همین جرگه ها را که پیشتر آقای بهزاد اشاره کردن میکانیزم قانونی را در قانون باید تصریح بکنن، این لوی جرگه را در قانون اساسی گنجانیدن که نه. تعداد مشخص است، آجندایی که جرگه بحث باید بکنه مشخص است، و تمام مسائل و میکانیزم های قانونی در قانون اساسی پیش بینی شده. آقای عظیمی، اجازه دهید به بخش از قانون آقای عبدو اشاره کنیم. بیشتر اشارات از اینا مبنی بر این است که صلاحیت پارلمان افغانستان در مورد برگزاری لوی جرگه انعنوی و پس از هم که موضوع پیمان یا موافقتنامه راهبردی با ایالات متحده آمریکا مطرح میشه حفظ است. پس چه مشکل قانونی وجود داره؟ ببینید، وقتی که بند 5 ماده 90 قانون اساسی صلاحیت رد یا تایید یا تصدیق معاهدات و میثاق‌های بین المللی را به شورای ملی معول کرده، چی ضرورت است که همچون جرگه دایر شود که او در مغایرت با قانون بوده باشه؟ بلفرض این جرگه دایر میشد، یک تصمیم در این جرگه گرفته میشد، 2000 نفر یا 2500 نفر با مصارف بسیار انگفت اشتراک میکنه، بلفرض که خلاف قانون اساسی مائده را تصدیق میکنه، ولی موقعی که به شورای ملی این مائده معول میشه، شورای ملی رد میکنه. این همه مصارفی که انجام پذیرفته، این همه دغدغه‌ای که برای انداخته شده، این به کجا میره؟ وقتی که نهاد قانونی که در این خصوص وجود داشته بوده باشد، نهاد مشروعی وجود داشته باشد، چی ضرورت به لوی جرگه انانویس؟ من فکر میکنم که رئیس جمهور کشور میخواهد نهادهای مشروع و قانونی که قانوناً صلاحیت رد یا تایید معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی را دارن، اونا را به حاشیه برانه، به انزوا بکشانه و مطابق میل و خواست خود، چی در مسئله معاهدات، چی در مسائل مهم دیگه که صلاحیت جزء صلاحیت‌های قانونی شورای ملی بلخص اولوسی جرگه است، به جرگه هایی که خلاف قانون برگزار میشه مراجعه بکنه. و آقای عزت‌یار، در ماده 90 قانون اساسی تصریح شده است بند 5 تصدیق معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی یا فسخ الحاق افغانستان با آن از جمله صلاحیت‌های مجلس نمایندگان افغانستان از شورای ملی است. پس چه نیاز برای برگزاری به باور آقای عظیمی برای جرگه مشورتی است؟ من پیشتر عرض کردم که در قانون اساسی افغانستان جایی برای لوی جرگه انعنوی وجود نداره. پس چرا یک امر قانونی را شما تایید کرده؟ لوی فقط لوی جرگه تعریف شده که لوی جرگه آدرس هایی که لوی جرگه از او تشکیل میشه اونا مشخص ساخته شده که عبارت از مشران و جرگه است، اولیسی جرگه است، رؤسای شوراهای ولایتی است و رؤسای شوراهای اولسوالی ها است، به اضافه اشتراک وزرا، لوی سارنوال، اعضای قضا که بدون حق رای میتونن شرکت بکنن. این برخورد قانونی اگر بخوایم با قضیه داشته باشیم، برخورد قانونی همی است که جای از لحاظ قانونی با لوی جرگه رنگی وجود نداره، فقط بتونه با عنوان مشورت این پروسه را همکاری بکنه، غیر از مشورت از لحاظ حقوقی از لحاظ قانونی هیچ جایی برای زیر نیست. حالا این مشورت در کجا جا داره؟ برای خود شما چی باشته بجای از این که لوی جرگه انعنوی دایر می شد، اگر مسائل مهم ملی دیگه وجود داشت که سه حالتی که لوی جرگه دایر می شه، رئیس جمهور می تونست لوی جرگه را دعوت بکنه.
و لوی جرگه در این مورد تصمیم بگیره. از جمله اگر بحث مایده استراتژیک با این اندازه مهم است و مبرم است و با اهمیت است که شورای ملی که ولسی جرگه و مشران جرگه از در این مورد تصمیم گرفته نمیتونن و این باید برای با آرای مردم داده شود، رفراندوم برگزار شود و این نوع رفراندوم است، باید لوی جرگه که قانون رو تعریف کرده او لوی جرگه دایر میشد. ما برای تدبیر لوی جرگه هم چیز داریم، زمینه های قانونی داریم. زمینه ای است که از سه آدرسی که مشخص میشه شورای ملی است، رؤسای شورای ولایتی است و رؤسای شورای ولسوالی است. ما در شرایط کنونی و در دور پیشتر این دور 15 هم شورای ولسوالی را نداشتیم، اما در دور پیشتر هم نماینده های از شورای ولایتی آمدن عضویت مجلس سنا را حاصل کردن و در دور 16 هم که دور جوری است نماینده های از شورای ولایتی آمدن. آقای عزت‌دیار، حالا مشخص تر در مورد سوال، بند پنجم ماده 90 قانون اساسی زمانی که تسجیل میکند تصدیق معاهدات و میثاق های بین المللی و فسخ اهلاق افغانستان با آن از جمله صلاحیت های شورای ملی هست. پس حالا سوال مطرح میشه، آقای عظیمی اشاره کردن چه نیاز به این همه پول و به این همه فرصتی که در واقع برازی به باور آقای عظیمی به هدر میره؟ بس ما همی بود، فیصله ما همی بود که فقط میتونه مشورت بده، اما در نهایت برای تصویب و برای تصدیق باید به شورای ملی افغانستان بیاید. چه نیاز به این مشورت هست از دید شما؟ 90 قانون اساسی که فقره 5 از او ایر از صلاحیت های مشخص شورای ملی میدانه. ما فقط فیصله ما این بود که به عنوان مشورت میتونه رئیس جمهور و حکومت مشورت بگیره، اما در نهایتی را باید ارسال بکنه به شورای ملی افغانستان و دیگه تصدیق شود. اگر رئیس جمهور خلاف از عمل بکنه، ما فکر میکنم که این عدول از قانون اساسی افغانستان است و تا جایی که ما در جریان هستم از رد صاحبم که عضو مشران و جرگه است و رئیس تدویر لوی جرگه عنانوی است، در اظهاراتی که اخیراً داشته گفته که این فقط ما مشورت میتهی جرگه برای حکومت، اما در نهایت این برای تصویب و برای تصدیق باید به شورای ملی افغانستان رسال. آقای بهزاد، آقای هلال الدین هلال عضو کمیسیون برگزاری لوی جرگه عنانوی در گفتگوی با یک از روزنامه‌ها گفته است که دلیل برگزاری لوی جرگه عنانوی جهت مشورت دهی و حتی از تصمیم یاد کردن برای بوده که مشروعیت لازم را مجلس نمایندگان افغانستان نداره. باور شما چی است؟ کوتاه عرض بکنم که من فکر میکنم به جای توضیحات جناب آقای عبدو حرف اساسی را جناب آقای هلال گفت. اما از این بگذاریم، در رابطه با صحبت های جناب آقای عبدو عرض بکنم که اولا جرگه به اصطلاح عنعنوی به هیچ عنوان نمیتواند مستاق مراجعه به آرای عمومی مردم افغانستان باشد. چرا؟ عرض میکنم. یک، مراجعه به آرای عمومی مردم افغانستان تعریف دارد از خود، از جمله در ماده 156 قانون اساسی متولی مراجعه به آرای عمومی مردم افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات معرفی شده است. میخوانم: کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور مطابق به احکام این قانون تشکیل می‌گردد. ماده 156. آیا کمیسیون انتخابات اعضای کمیسیون جرگه به اصطلاح عنعنوی را انتخاب کرده است؟ چه نقش کمیسیون انتخابات در تدویر و برگزاری و آماده سازی این مراجعه به آراء عمومی مردم افغانستان را داشته است؟ کسانی که در اینجا هستند آیا نمایندگان مردم افغانستان هستند؟ نمایندگان مردم افغانستان تعریف شده هستند؟ یا نماینده مردم افغانستان در شورای قریه هست، یا در شورای ولسوالی، یا در شورای ولایتی، یا در شورای ملی؟ خارج از این شوراها و این جرگاهای قانونی ما چیزی را به عنوان نماینده مردم افغانستان به رسمیت نمیشناسیم، چون قانون اساسی به رسمیت نشناخته است. هرگاه ادعی ما بیاوریم، حکومت بیاورد، شخص آقای رئیس جمهور ادعی را بیاورد و بگوید اینها به نمایندگی از مردم افغانستان قرار هست که ماده چهارم را اجرا بکنند، ماده چهارم قانون اساسی، یعنی حق حاکمیت ملی را اینها اعمال بکنند، ما میگوییم، به صراحت میگوییم که در تضاد و تعارض جدی و صریح با ماده 22 قانون اساسی است،
که هر گونه تبعیض و امتیاز میان اتباع افغانستان را ممنوع اعلام کرده است. حالا اجازه بدید به بخش از ماده 65 هم اشاره بکنیم. بله. رئیس جمهور میتواند در موضوعات مهم ملی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید. کاملا. من اشاره کردم. هدف چی است؟ حالا ماده 156 شما اشاره کردین منظور از انتخابات و کمیسیون مستقل انتخابات بود. در اینجا هدف چی است؟ اینجا منظور همان رفراندوم هست. یعنی اینکه رئیس جمهور میتواند موضوعی را به رفراندوم بگذارد، به همه پرسی بگذارد. ماده 156 سازوکار مراجعه به آراء عمومی مردم افغانستان را مشخص کرده است که کمیسیون انتخابات مانند هر انتخاباتی، مانند انتخابات ریاست جمهوری، موضوع بله یا خیر به عنوان یک همپرسی، به عنوان یک سوال در معرض رأی مردم افغانستان قرار دهد. یعنی اینکه در تمام 34 ولایت افغانستان صندوق رأی گذاشته شود، موضوع به همه پرسی گذاشته شود. این معنی مراجعه به آراء عمومی مردم افغانستان است. در مورد اصل سوال، اصل سوال برمیگردیم. یک نکته دیگه هم در اینجا بسیار به اختصار عرض بکنم که ببینید ماده 64 قانون اساسی در تشریح وظایف و مسئولیت های رئیس جمهور، اولا اشاره بکنیم که رئیس جمهور تمام صلاحیت های خود را در پرتو احکام قانون میتواند اجرا بکند. خارج از احکام قانون رئیس جمهور هیچ صلاحیتی ندارد. در ماده 64 شما اگر دقیق شوید در مورد دوم تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی، این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ یکی از صلاحیت های رئیس جمهور تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی است. یعنی این که رئیس جمهور هر کسی میخواهد باشد برنامه های دارد، در انتخابات ریاست جمهوری ارائه کرده است، میخواهد این برنامه هایش بشود خطوط اساسی سیاست کشور. اجازه بدید به بخش از سخنان آقای هلال اشاره بکنیم. اگر هدف شما از خطوط اساسی در واقع تصمیم نهایی را مجلس نمایندگان افغانستان و یا در موقع پارلمان افغانستان بگیرد، چقدر توجیه پذیر است گفته های آقای لال؟ حالا از مشروعیت لازم اگر برخوردار نباشه چگونه؟ میپردازم. فقط یک جمله مانده است در ادامه با حرف قبلی. اینجا یعنی این که برنامه های رئیس جمهور وقتی توسط شورای ملی که جای نمایندگان منتخب مردم افغانستان هست تایید شد، آن وقت می شود به مشوره مردم افغانستان عمل می شود، به نظر ملت افغانستان عمل می شود و می شود برنامه های کلان ملی. اما جناب آقای هلال، من فکر می کنم که جناب آقای هلال به نوعی پرده از اون اسرار حکومت برداشته است. حکومت جناب آقای کرزی با این جرگه بازی ها، یک روز به نام صلح، یک روز به نام گفتگو با پاکستان، یک روز به نام جرگه عنعنوی، میخواهد نهادهای رسمی دولت افغانستان را بی‌اعتبار بسازد. نه آقای بهزاد، حالا اصل سوال نهادهای چه فکر میکنید زمانی که در واقع این امر اشاره میشه که مشروعیت لازم را مجلس نمایندگان افغانستان نداره، پس بر حسب از این لوی جرگه عنعنوی باید برگزار میشد؟ منطق در کجا هست؟ این که گفته شود که شورای ملی افغانستان مشروعیت ندارد، یک شعار هست. باید کسی که ادعا می کند باید اثبات بکند که چگونه مجلس نمایندگان یا در مجموع شورای ملی افغانستان مشروعیت ندارد. این را باید او کسی که ادعا کرده است اثبات بکند. تقلب های شعارات داشتن و حتی جنجال هایی که پس انتخابات در واقع بر اساس قانون انتخابات برگزار شد، به تمام تقلبات، شکایات انتخاباتی رسیدگی شد. بار بار هم توضیح دادیم اگر قرار بر ایست که به خاطر ادعاهای تقلبات کسی غیر مشروع باشد، جناب آقای کرده از همه غیر مشروع تر هست. شما بیننده برنامه دیگر از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز هستید. حالا میکانیزم برای انتخاب اعضایی که در واقع به عنوان اشتراک کننده های جرگه عنعنوی برگزار می شود چگونه است؟ پس از میان برنامه کوتاه آقای محمد عبدو پاسخ خواهند گفت. باز هم خوش آمدید بیننده برنامه دیگر از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز هستید. میکانیزم برای انتخاب اعضای لوی جرگه عنعنوی چگونه بوده است آقای عبدو؟ فکر کنم که در قسمت اختلاف از اینکه آیا جنبه قانونی داره یا نداره دوستای اشاراتی داشتن،
ای کاش شما سخنگوی کمیسیون تدبیر لوی جرگه را دعوت میکردین که داخل در قسمت کارا و فعالیت های کمیسیون برگزاری لوی جرگه اونا توضیحات خود میدادن. اما خب ما اما ماهیت قانونی شما باید شما به عنوان عضو از لوی جرگه نیوی بدانید. من خدمت شما عرض بکنم، به همون خاطر من خواستم یک اشاره بکنم. ما سر زی آمدیم نگفتیم که این لوی جرگه اونم لوی جرگه است که در قانون اساسی برای تعدیل قانون اساسی و برای محاکمه رئیس جمهور و همچنان برای دیگه خطوطی که در قانون اساسی مشخص شده که لوی جرگه باید تشکیل شه و تغییرات را بیاره، این طبعا ما هیچ وقت ادعا نکردیم که این لوی جرگه عین لوی جرگه است. در تناقض هست یا خیر؟ نه، من خواهشم عرض کردم که این لوی جرگه عین لوی جرگه نیست که باز بگیم در تناقض قرار میگیره. لوی جرگه مکانیزمش مشخص است که اعضای شورای ملی افغانستان است، رؤسای شورای ولایتی است، رؤسای شورای ولسوالی است و اعضای حکومت و اعضای قضا من حیث ناظر شرکت میکنه که حق رای دادن اینا ندارن. آمدیم به ارتباطی این لوی جرگه، درست است که حالا شاید ممکن یک سری مغالطه های در اسم گذاری از این شبه بعض دوستان ممکنه ملاحظات خود داشته باشه، امی که جرگه گفت یا لوی جرگه گفت، حتما این درست شاید رئیس جمهور بخواه یک استفاده ای را بکنه که کار امو لوی جرگه که در قانون اساسی تصریح افته امو کار از این توقع داشته باشه که به یقین این توقع را نداره. در طرز عمل برگزاری لوی جرگه عنعنوی افغانستان آمده که فقط جنبه مشورتی داره، رئیس جمهور حق داره که در مواقعی که لازم میدانه به آرای مردم مراجعه بکنه، مشورای مردم بگیره، چون منتخب مردم هست، این به همون نیت هست ولی با اجندایش هم مشخص است. سر پیمان استراتژیکی که فی ما بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا برای حضورشان در آینده های افغانستان هست، سر از این موضوع رژیم مشورت نمیده. بله، روشن شده است که آمریکایی ها در پی امضای پیمان راه بردی هستند یا موافقت نامه؟ طبعا فکر کنم که تا کنون در آخرین اظهار نظرهایی که وزیر خارجه آمریکا داشت گفت ما 90% پیشرفتهایی را داشتیم و اما پیمان را اشاره نکرد. من یک چیز خدمت شما عرض بکنم که مقامات حکومتی افغانستان هم که ما از زبانش در شورا آمدن صحبت کردن و در رسانه ها میشنیم، اینا هم گفتن که ما میخواییم یک معایده به امضا برسانیم که باز در آینده ها الزام آور باشه. وقتی که معایده را به امضا برسانه، طبعا این معایده عموم مجرای قانونی خود را باید تایید بکنه. رئیس جمهور هر گونه مشوره ای از مردم میگیره، در او ارتباط صلاحیتش است، میتونه این مشوره خود بگیره. در صورتی که این مشوره منتج شوه به امضای یک توافق نامه با ایالات متحده آمریکا یا با هر کشور دیگری که اونمو اسمی که در قانون اساسی آمده همین مسمی را به عمل بیاره، در اون صورت ناگزیرن که رئیس جمهوری حتما باید مطابق ماده 90 مطابق فقره 5 ایر جهت تأیید یا رد به پارلمان افغانستان و به شورای ملی افغانستان که متشکل از هر دو اتاق است باید برسند. آقای عبدو اجازه بدید به بخش از صحبت های شما اشاره کنم. آیا تا هنوز مشخص شده است که آمریکایی ها در پی امضای پیمان استراتژیک هستن یا یک موافقت نامه؟ من فکر کنم که گفتهای سفیر آمریکا را مطمئنا شما به یاد داره. من تا کنون چیزی را که ما البته شنیدیم، ما هم شنیدگی خود میخوایم بگم که در شورا آمد آقای اسپنتا توضیح دادم برای وزیر خارجه و در کمیسیون تدبیر لوی جرگه عنعنوی هم توضیح دادن، اونها گفتن که ما در صدد امضای یک معاهده هستیم، یک توافقنامه‌ای که او ضمانت اجرایی داشته باشه و سر مسائل بسیار مهمی افغانستان تاکید صورت بگیره و آمریکایی‌ها متکفل شوه که اینی بخشا رو اونا در آینده افغانستان به دوش بگیره، در بخشای زیرساختی افغانستان و تقویه اردو، پلیس، امنیت و باقی مسائل دیگری که افغانستان نیاز داره. بل. اما باز هم در مورد گفته‌های شما اجازه بدید به بخش از اعلامیه‌هایی که و یا هم مو تبلیغاتی که برای جرگه عنعنوی نصب شده است. جرگه پریکری د خلکو د نظر اخکارندوی دی به معنی چی است؟ طبعا نظرات مردم رو میخوای بگیره رئیس جمهور. پریکری چی معنا رو اینجا افاده میکنن؟ من نمیفهم کلی معنای فیصله. حالا شاید ممکنه اینا در افغانستان سر کلمه کلمی صحبت هایی که صورت میگیره طبعا مکسی صورت نمیگیره. حتی خب عضو کمیسیون برگزاری جرگه سنتی تصامیم گفته نه مشوره. شما این دفعه گپ مرا گوش بکنید، من خدمت شما عرض میکنم. این یک مطلب. مطلب دوم، شما پیشتر اشاره کردین سر صحبت های جناب آقای هلال که در روزنامه هم نشر شد، ما هم در جرگه در می کمیسیون صحبتی داشتیم.
ایشان اصلا گفتن که چنین صحبتی را ما نداشتیم. هیچ وقت سری مشروعیت و عدم مشروعیت پارلمان افغانستان اونا کدام تردیدی نظر ندارن که باز دوباره به این گپ بزنن. بله، اما اجازه بدید بخش از صحبت های آقای لالو شرابو خالد، ما در رسانه‌ها معمولا یک چیزی نوشته میکنن، یعنی شما نمیتونید اینال خودش ای کاش خودش شما در یک برنامه دیگه دعوت بکنین که خودش صحبت های خود توضیح بده. اگر صحبتش باز دوباره آمد تکرار کرد که بله ما در مشروعیت پارلمان افغانستان تردید دارم، او زمان است که باید ما در مقابلش باید بشینیم بگیم که تردیدی در کجا هست و شما چگونه اشکال وارد میکنید. یا آمدید به ارتباط عظیم به ارتباط میکانیزمی که شما گفتین برای انتخاب اعضای لوی جرگه عنعنوی افغانستان چی بوده، تقریبا در حدود از 16 کاتگوری در سطح افغانستان در این لوی جرگه عنعنوی دعوت صورت گرفته که من چند موردش خدمت شما میخوایم عرض بکنم جهت مزید معلومات بینندگان تلویزیون شما. از زنان افغانستان در این لوی جرگه دعوت شده که بتونن نمایندگی بکنن، اینا بتونن مشورای خود بتن. از تجار افغانستان دعوت شده، از اعضای شورای ملی به صورت مجموعی از هر دو اتاق دعوت صورت گرفته، از به اساس یک مکانیزمی که مشخص کرده شورای ولایتی، نه به صورت عموم که همه اعضای شورای ولایتی بتونه حق داشته باشه در این جرگه شرکت بکنه، به اساس امو معیار را که در نظر گرفته ولایت درجه اول به چی تعداد نماینده دارن، از اونها مشخصا یک تعداد معینش دعوت کرده و از ولایاتی که درجه دوم است، ولایاتی که درجه سوم است، هر کدام به اساس دعوت به معنی چی؟ آقای عبدو اجازه بده اشاره بکنیم، دعوت به معنی چی؟ حالا شما تصور بکنید از زنان افغانستان دعوت شده. زنان در افغانستان خیلی زیاد هست، چه کسی تعیین میکنه که کدام زن افغان به عنوان عضو از لوی جرگه عنعنوی باید شرکت داشته باشه؟ ما ایرم خدمت شما چه کسی تعیین میکنه؟ از شما که گپ مرا یک دفعه قطع نکنید، ما گپ خود بگم، آمدیم به ارتباط از هر ولسوالی هم یک نماینده خواستن، اینا رو مشخصا شرایطشان مکتوب کردن به ولایات، هر ولایت 34 ولایت افغانستان، که اونا از بین این کاتگوری ها افراد را انتخاب بکنن. اون بکنه افراد کیا هستن که انتخاب میکنن؟ خب من برای شما گفتم دیگه، افراد شرایط شرایط مشخص کردن، مکتوب کردن، برای ولایت این صلاحیت دادن در مشوره و شورای ولایتی افراد از هر واحد اداری که در سطح یک ولایت است، ولسوالی است، یک نفر نماینده، از هر واحد بازم دوباره نایی که در سطح شهر است، یک نفر نماینده، و از این کاتگوری دیگر هم که من خدمت شما گفتم. اما آمدیم به ارتباط از این که شما گفتین دعوت برای چی؟ ما بازم تکرار مسئله زیسته که مغالطه کاری نباید صورت بگیره، دعوت به خاطر نظمی است که اینا را دعوت کردن، از اینا مشورای را بگیرن و در روشنایی مشوره از اینا باز رئیس جمهور تصمیم خود بگیره و تصمیم رئیس جمهور اگر فیصله نهایی باشه، درست است که در تناقض و ضدیت با ماده اخیری از مغالطه گفتن 65 قانون اساسی است. در صورتی که صرف یک مشوره باشه، مشوره میتونه قضیه را بیشتر غنی بسازه، از یک اعتباری بیشتری برخوردار بکنه. در اون صورت باز میتونه که آقای عبدو شما از مغالطه صحبت کردن، حالا روشنتر پول که در واقع مصرف میشه برای برگزاری ایلو جرگه را کی میپردازه؟ پول طبعا از خزانه دولت افغانستان پرداخته میشه. از خزانه دولت اشارات شده است به این مورد؟ شما هم عضو از مجلس نمایندگان افغانستان هستند، در کجای قانون تسجیل شده است که باید برای برگزاری لوی جرگه عنعنوی پول پرداخت شود؟ چه مقدار؟ من یک سه خدمت شما عرض بکنم، مال چون کتاب بودجه افغانستان که در اول سال مالی به تصویب رسیده ذهن من نیست، ولیکن طبعا یک سری بودجه احتیاطی را دولت افغانستان داره که در مواردی که ضرورت باشه، خصوصا یک موضوع بسیار مهم و حیاتی است و سرنوشت ساز است برای افغانستان، در چنین مواردی به خاطر البته بهبود آینده افغانستان و به خاطر خیر و صلاح افغانستان میتونه استفاده کنه. آقای عظیمی، این پول چه مقدار پول است و در کجا تسجیل یافته؟ ببینید، من اشاره می داشته باشم به مصاحبه 31 هشتم سرطان ولسی جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان. تا این مصاحبه صراحت دارد لوی جرگه عنعنوی مبرای قانونی ندارد، غیر قانونی است. اعضای ولسی جرگه در این لوی جرگه اشتراک نمی کنند. در ضمن نهادها و سازمان هایی که نزد ولسی جرگه مسئولیت دارند و منابع مالی را در اختیار این جرگه قرار می دهند، مورد بازپرس ولسی جرگه قرار خواهد گرفت که در اون روز 129 نفر حاضر بودند و 126 نفر به این مصاحبه رای موافق دادند. این منابع مالی چگونه، آیا اگر پرداخته هم شود چگونه باید پرداخته شود؟ ببینید، از لحاظ مالی وزارت مالیه نزد ولسی جرگه مسئولیت داره و وزارت مالیه است که
قرار افواهاتی که میشنویم این منابع مالی را در اختیار حکومت افغانستان و برگزار کنندگان این جرگه قرار بر اساس چه قانونی؟ هیچ مبنای قانونی قبلا اشاره کردم که در بند اول چون تحلیل و ارزیابی مشخص در این رابطه صورت گرفت و غیر قانون بودن این جرگه تثبیت شد. ما یک اشاره میخواییم بر شما داشته بوده باشم. ببینین موقعی که محکمه اختصاصی غیر قانونی را حکومت افغانستان ایجاد کرد به خواسته های شخصی روی بعضی اقدامندی ها بحث های بسیار زیاده در این رسانه های شما و سایر رسانه ها صورت گرفت. در اونجا همیشه تاکید به این بود که این محکمه غیر قانونی است. بعضی دوستا استدلال داشتن که قانونی است. بالاخره امروز مردم افغانستان من مطمئن هستم قضاوت کردن که آیا کسایی که این محکمه را قانونی میگفتن اونا بر حق بودن و کسایی که غیر قانونی میگفتن اونا بر حق بودن. ما یک اشاره میخوایم داشته باشیم درباره مکانیزم تصدیق معاهدات بین المللی. ببینین این حکومت ها است که معاهدات بین المللی را و موافقتنامه های بین المللی را امضا میکنه جهت تایید مطابق ماده 90 قانون اساسی به شورای ملی میفرستن. آقای یزید ببینید زمانی که شما از مصاحبه مجلس نمایندگان افغانستان صحبت میکنین اشتراک بیشتر از 100 نماینده افغانستان در این جرگه به معنی چی است؟ ببینید من گله دارم از همکارای عزیز ما که در صورتی که اونا احترام دارن به جرگه و در جرگه مطابق ماده 106 قانون اساسی اکثریت حاضر مطرح در مصوبات جرگه. ببینین من گله دارم از اینا که چرا باز میرن اشتراک میکنن. اگر اینا به نهادی که خودشان عضو از او نهاد است احترام نگذاره ما چی توقعی داشته باشیم از حکومت افغانستان و از آقای الهلال که در رابطه با مشروعیت و عدم مشروعیت این جرگه ابراز نظر بکنه. ما واقعا سخت گله دارم از اوید همکاران ما که عضویت این جرگه را گرفتن فرمه ها خانه پوری کردن در حالی که مصوبه ولسی جرگه وجود داره. هرگاهی مصوبه لغو شود دو سال ضرورت است که باید این مصوبه به یک مصوبه دیگر تبدیل شود که تا زمینه اشتراک این دوستان مساعد بسازد. آقای عزت‌یار با توجه به گفته‌های آقای عظیمی حالا اگر جایگاه مشخص قانونی در مورد برگزاری لوی جرگه عنعنوی وجود ندارد و حتی بحث پولی هم در واقع غیر قانونی به مصرف میرسه پس برگزاری لوی جرگه عنعنوی به معنی چی است؟ در این مورد پیشتر هم صحبت کردیم که از صلاحیت های لوی جرگه عنعنوی نیست که راجع به این معاهده یا پیمان تصمیم بگیره. حالا تا مشخص هم نیست که پیمان هست، اعلامیه هست، چی چیزی هست؟ ما امیدوار هستم که فقط جنبه مشورتی داشته باشه. امور رقم که پولی مشوره فرصت بتن با ما. آقای عزت‌یار پولی مشوره را باید چه کسی بپردازه؟ شما هم عضو مجلس سنای افغانستان هستن، معاون مجلس سنا. پولی ما از بودجه دولت افغانستان اجرا میشه. غیر قانونی؟ در یک جایی که جنبه قانونی نداره ما این را میپذیرم. بله. میپذیرم اما ما پیشتر عرض کردم که اگر مشورت ما شما تعریف بکنیم به اشکال مختلفش صورت میگیره این هم میتونه به عنوان مشورت قبول شوه. اما نکاتی که بسیار مهم است ایز به ما که ما میخواییم که به عرایز کوتاه داشته باشم این است که رئیس جمهور و حکومت افغانستان بسیار دقت داشته باشن چون شرایط بسیار حساس است. تصمیم میگرفتن نشه که خدای نخواسته موجب سلب اعتماد مردم اعتماد بیشتر مردم نسبت به حکومت و نسبت به نظام ما شود. ما و کار اینه که اشاره کرده مشوره یا تصمیم مشوره امیدوار هستم که جنبه مشورتی داشته باشه نه تصمیم گیری. اگر تصمیم گیری صورت بگیره عوارضی را داره عذاری را داره که این متوجه مردم افغانستان نظام افغانستان و دولت افغانستان میشه. اولین ضررش این است که اعتماد مردم و اعتماد جامعه جهانی نسبت به حکومت کم میشه. دوم برای نهادی نشدن دموکراسی در افغانستان این عمل کرد متاسفانه مضر واقع میشه نه اینکه ایره بتونه کمک بکنه و ممت واقع شود. و برای جلوگیری از استبداد خودکامگی نباید ما متوسل به یک امر غیر قانونی شویم. این بسیار جدا مد نظر رئیس جمهور و حکومت افغانستان باشه و ما باید هرچی بیشتر نظام قانونمند بسازیم. حالا زمانی که پول جرگه عنعنوی غیر قانونی پرداخته میشه حرف از قانونمندی به معنی چی است از دید شما؟ ببین امیر هشدار است این پول مردم هست. ما برای رئیس جمهور میخوایم بتیم به حکومت افغانستان بتیم که از این جرگه به عنوان یک ابزار برای اعمال سیاست هایی که جنبه قانونی داره استفاده نکنن.
اگر استفاده بکنن این عوارض را پشت سر خود داره که مردم افغانستان، نظام و دولت افغانستان متوجه از این میشن. فقط به عنوان مشورت، به عنوان مشورت از این جرگه استفاده شوه، از اهل نظر استفاده شوه. ما امیدوار هستم که مثل که در اول گفتم خدمت شما، کسایی که در این جمعیت یا اهل نظر باشن، اهل رای باشن و کسایی باشن که بتوانن در هرچه بیشتر غنی شدن از این معاهده کمک بکنن. آقای عزت‌داری، یک استدلالی که صورت میگیره، قبل از این هم شما شاهد برگزاری جرگه امنی منطقوی و جرگه مشورتی سال بودید، خوشبینی شما برای لوی جرگه عنعنوی که حالا قرار است برگزار شود بر حسب چی است؟ نتایج جرگه های قبلی چی بوده؟ نتایج هر دو جرگه که در گذشته ما شما داشتیم، علی رغم خوشبینی هایی که وجود داشت، امیدواری هایی که وجود داشت، منفی بوده. این حکومت افغانستان، دولت افغانستان نتونست از او استفاده بهینه داشته باشه، به نفع صلح در افغانستان، به نفع ختم جنگ و ختم مداخله در افغانستان. به این اساس ما امیدوار هستیم که از تجربه ازو اما و هم حکومت افغانستان بتونیم استفاده خوب داشته باشه. قابل یادآوری هست که حالا به عنوان سوال آخر از مهمانان گرانقدر من خواهیم پرسید که با این حساب دیدگاه‌هایشون در کل به نتایج جرگه لوی جرگه عنعنوی چگونه است؟ آقای بهزاد، ببینید، اجازه بدید که من صحبت های شد پاسخ داشته باشم. گفتن که صحبت از مکانیزم کردن جناب آقای عبدو، تا به حال مسئله مشوره بود، حالا گفتن که از هر ناحیه قرار است یک نماینده انتخاب بشود برود اونجا. سوال اولی است که این مکانیزم را چه کسی ساخته است؟ سوال دوم، چه کسی میتواند ادعا بکند بدون برگزاری انتخابات که نماینده ناحیه اول، دوم، سوم، چهارم الی آخر همین شهر کابل هست، بدون این که انتخابات برگزار شود چه کسی میتواند ادعا بکند که من نمایندگی از ناحیه اول یا سیزدهم شهر کابل دارم؟ اینها همه سوالهای جدی است. اگر مشوره هست، اگر بنا به مشوره است، رئیس جمهور، وزراء محترم، این همه وزیر مشاور هست که بندگان خدا از بیکاری رنج میبرند، اینها را میتونن که رئیس صاحب جمهور در سفرهای ولایتی بروند، در ولسوالی ها، در ولایات مختلف، در اجتماعات حضور پیدا بکنند و با مردم و با اجتماعات مردم صحبت بکنند و از نظریات توده مردم مطلع شوند. سپاس، فرصت اندک است، میشه در مورد سوال دیگه. بله. یک نکته دیگه کوتاه اشاره بکنم. آیا اگر فردا حکومت تصمیم گرفت که یک جرگه دیگری به راه بیاندازد و اسمش را بگذارد که شورای ملی مشورتی افغانستان، آیا باز هم میپذیریم چون این چیزی را؟ ای خواهی برنامه ادامه دارد. اول جرگه‌ای بود، بعد جرگه صلح شد، حالا کاملش کردن لوی جرگه. بله، سپاس. آقای عبدو، خدمت شما عرض بکنم که ما هنوزم پیش از وقت قضاوت میکنیم. این ارتباط میگیره به عجلگی مردم افغانستان و یا کارشناس های رکاله به اصطلاح نام مانده شده. حالا آقای بهزاد کارشناس نیستن. من خدمت شما عرض بکنم که ما بگیم آیا اینجا مشوره خواد داد یا تصمیم خواد گرفت یا مثلا نگرانی دیگر رو مطرح میکنن، مشخص است. من فکر کنم که این بسیار به صورت صریح، آشکار، بی‌پرده مطرح شده که این لوی جرگه فقط اعتبار مشورتی داره، بیشتر از دیگه نداره. اینا میتونه رئیس جمهور مشوره خود بگیره مطابق ماده 65. آمده به ارتباط از اینکه نتیجه چی خواد بود، یا خوب خواد بود یا بد، او زمان ما منتظر باید بمانیم که جرگه برگزار شوه، مردم افغانستان نظرات خود به ارتباط امضای پیمان بتن، نقاط قوتش باید بگن، نقاط ضررش باید بگن. این نظرات با باور آقای بهزاد نظرات مردم افغانستان نیست. طبعاً خال شما حساب بکنید چطور نیست؟ 2000 نفر یا بیشتر از 2000 مکانیزم را چی کس ساختن آقای بهزاد؟ مکانیزم کمیسیونی که مسئولیت گرفتن که کمیسیونی که مسئولیت گرفتن برای تدویر لوی جرگه، طبعا مکانیزم اینا ساختن و اینا به تصویب رساندن و اینا فقط برای مشوره آمدیم. به ارتباط از این که من متیقن هستم هر گونه نتیجه ای که از بیرون شوه، اون نتایج اگر منتج به این شوه که افغانستان میتونه چون این معاهده را امضا بکنه، او باید بیاید از اون مجرای قانونش بره به پارلمان افغانستان، یا به ارتباط الحاقش یا به ارتباط فسخ الحاقش، در صورتی که پارلمان افغانستان نظر بده او زمان است که او ضمانت اجرایی داره. در غیر از او ما فکر کنیم که پیش قانون اساسی و پیش نمایندگان مردم افغانستان از اعتبار برخوردار نخواهد. بله، سپاس. با سپاس از شما که تا حال بیننده برنامه دیگر از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیز بودید. و با سپاس زور مهمانان ما آقایان احمد بهزاد معاون دوم مجلس نمایندگان، محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا، محمد فراد عظیمی نایب منشی مجلس نمایندگان و آقای محمد عبدو عضو لوی جرگه عنعنوی. شما میتونید برنامه برای دیگر را در طول نیوز.com نیز بیننده باشه. تا هفته دیگر در همین جا در همین ساعت. خدا نگهدار.